درود بر بهترین ها، درود بر عزیزترین ها. آرزوی سلامتی دارم براتون عزیزای دل و امیدوارم همیشه خوب و سلامت و سرحال باشین. آخرین جلسه تابستانمون رو آغاز میکنیم و مثل همیشه خواهش میکنم حضور و غیاب رو عنایت داشته باشین. حسین احمدی محمد ارشیا، محمد ارشیا اصغری، امیر حسین افراسیابی، درود بر امیر، آرش امامی، علی بغدادی، امین بیات، درود بر امین، اهورا، درود بر اهورا، محمد پرهام، امیر حسین، درود، محمد خلوصی، امیر سامزندی، محمد صالح، درود بر شما، امیر محمد، سعدی، محمد معین صادقی، درود، محمد جواد، درود، محمد یاسین، درود بر شما، ماهان، محمد امین، محمد کسرا، عظیمی، درود بر شما، محمد علی فراهانی، درود، ارشیا، درود، علی رضا قاسمی، درود بر شما، حسین، درود بر شما، علی، درود، مانی کاویانی، کیان لطفی، امیر رضا، مجیدی، آریان محمدی، درود بر شما، ماهان محمدی، امیر عباس مراغه، محمد طه مطهری، امیر حسین میدانی، درود بر شما، محمد حسام نجفی، صالح حزاوه، درود، امیر سامان یادگار،
امیر سامان یادگار، علی رضا یاری، علی رضا یاری نیستن، علی رضا تأخیری ها، حسین، احمدی، سامان علامت دست و پایین بیار دیگه، حسین، احمدی، عرشیا اصغری، محمد عرشیا اصغری، آرش امامی، علی بغدادی، علی بغدادی، علی علامت دست، محمد خلوصی، امیر محمد سعدی، مانی کاویانی، امیر رضا مجیدی، ماهان محمدی، ماهان، محمد طه مطهری، محمد حسام نجفی، علی رضا یاری، علی رضا یاری، خب دوستان، مثل همیشه چت رو باز میکنیم میکروفون هم میتونین فعال کنین، اگر سوالتون کوچول موچوله میتونین تایپ کنین، اگر خیر میتونین تقاضای میکروفون بدین. هر کدام از عزیزان از آخرین ویدئوی تدریس اشکالی، ایرادی، چیزی دارن میتونن بپرسن. امیر حسین سلام، خوب هست؟ درود بر شما عزیزم. اما من سوالم راجع به درس هست. خواستم توی سوالات تست گفتین که یه سوالی از گفته معادله شیمیایی رو، معادله های شیمیایی رو مربوط به واکنش هاش بنویسید. خب آقا، این معادله که شما توی تست میدید همونایی که توی فیلم ها درس دادی؟ ببینید، یعنی توی فیلم ها قبلا گفتید. خوب دقت کنید، معادله های شیمیایی مهم رو همه رو توی فیلم ها گفتیم، مگر آنکه، خوب دقت کنید، مگر آنکه معادله مربوط بشه به واکنش پذیری. خب بله. یعنی به شما گفته باشیم که فرض کنید واکنش ماده X و Y آیا انجام پذیر هست یا خیر؟ یعنی سوال به واکنش پذیری مربوط باشه،
واکنش پذیری هم قبلا کل ایکس و وای و همه عنصرها رو که مورد نیازتون هست گفتیم واکنش پذیریاشون نسبت به هم چطوره. تنها در یک حالت ممکنه معادله ای رو واکنشی رو ازتون خواسته باشیم و قبلا توی فیلم ها نگفته باشیم، فقط یه حالت، اونم اینه که معادله هایی که به واکنش پذیری مربوطن. اما اگر ربطی به واکنش پذیری نداشته باشه، فرض کنیم مثلا واکنش تولید آمونیاک و اینه گفتیم، بله اون مدل واکنش ها رو همه رو گفتیم. پس اونایی که گفتی پس توی تست میاد دیگه، درسته؟ اون واکنش پذیری ها و معادله هاش رو میمسه آمونیاک و اصول که آره. زنده باشید. امیر حسین میدانی سوال تو بپرس. سلام آقای درزی، متشکرم. آقا من این اگر رفتم سوالایی که داده بودن آقا کپی کردم. یه سوال مسئله شو خوندم، نشتی در هر مورد مسافت جابجا طی شده متوسط متحرک با بدسته. این متوسط معنیش اینجا چی میشه آقا؟ چیو؟ نوشتید در هر مورد مسافت و جابجایی طی شده متوسط متحرک را به دست بیاورید. این متوسط اینجا معنیش چی آقا؟ اصلا نیازی بهش ندارید حالا. بله خیلی ممنون آقا، لطف کردید، خدا نگهدار. خدا حافظ عزیزم، خدا حافظ. خب اما یه تعداد سوال دوستان در چت پرسیدن، سوالا رو میخونم شو چون ممکنه سوال بقیه دوستان هم باش. یکی از دوستان حسین که گفته که آقا من اینترنتم ضعیفه. باشه حسین، مشکلی نیست، نگران نباش. کیان پرسیده آقا موازنه یعنی چی؟ خب من الان دیگه نمیتونم بیام به شما بگم موازنه یعنی چی. ما برای هر فیلمی که ضبط میکنیم و برای شما میذاریم، اگه فیلمه 40 دقیقه است، تقریبا 3 برابرش ما وقت میذاریم تا فیلم آماده میکنیم. یعنی برای یه فیلم 40 دقیقه ای حداقل 120 دقیقه من وقت میذارم. بعد شما فیلمو ندیدی اومدی میپرسی موازنه یعنی چی؟ و برو فیلمو ببین. شما برداشتی سوالا رو، پاسخ برگ سوالایی رو که بهتون دادن نگاه کردید، دیدی نوشته موازنه کنید، حالا تازه یادتون افتاده که بگید موازنه چیه؟ خب برو فیلم ها رو ببین. حسین پرسیده آقا توی فیلم سمت راست رو گفتید غرب، مگر شرق نیست؟ اصلا ربطی ندارد حسین جان، ممکنه سمت راست غرب باشه، ممکنه شرق باشه، اصلا ربطی نداره. قرار نیست سمت راست شما همیشه شرق باشه به هیچ عنوان، یا قرار نیست همیشه سمت راست شما غرب باشه، بستگی داره چجوری واساده باشی. اون چیزایی که در دوره ابتدایی به صورت حفظی یاد گرفتید رو بذارید کنار. سوال بعدی محمد یاسین سوال پرسیدن، گفته اگر پتاسیم الکترون از دست بده و مثبت بشه آیا خودش تبدیل به آرگون میشه؟ خب اینو تو فیلم ها گفتیم، نمیدونم ندیدید شما. و جالب اینه که توی فیلم ها خیلی هم روی این تاکید کردیم، یعنی هر دفعه گفتم فلان چیز به فلان چیز تبدیل میشه، زود تاکید کردم بچه آرایشش تبدیل میشه، یه اتم هرگز به اتم دیگر تبدیل نمیشه. من نمیدونم چرا فیلم ها رو با دقت نمیبینین. سوال دیگر پرسیدن، گفتن آقا اگه یه عنصری رو دادن، اینم همون سوالیه که توی پاسخ برگ شما آمده. درود بر عرشی ها، آفرین. مثل مدل مو که مثال زده بودم، باری کلا وقتی فیلمو اینجوری ببینین، خوشگل ببینین، این میشه. آفرین بر عرشی ها. ما
محمد علی فراهانی بر اساس پاسخبر گفته که یه عنصری رو بدن بگن به کدام آرایش الکترونی گاز نجیب میرسه، گاز نجیب رو بگیم یا بگوییم گاز نجیب قبل از آن یا بعد از آن؟ نه، با وقتی میگه فلان عنصر به آرایش الکترونی کدام گاز نجیب میرسد، یعنی اول آرایش الکترونی رو بکش، اون آرایشی که بهش رسیده اونه بکش، بعد بگو مربوط به کدام عنصر است، بعد نام ببری، نه عنصر قبل از آن و بعد از آن به تنهایی به دردمون نمیخوره. فیلم آخر رو با دقت بیشتری ببینید، آخرین فیلمی که گذاشتم رو. خب دوستان باز هم اگر سوال دارن میتونن بپرسن. استاد سلام، خوب هستی؟ صدای منو داری؟ بله علی جان بفرما. استاد اگر حالا اینو شما گفتین که اگر بخوایم اتم رو رسم کنیم، اگر لایه چهارمی وجود داشته باشه لایه سوم 8 الکترون میگیره. حالا اگر به شرط اینکه لایه آخر پر نشود. خب بله، حالا اگر باز برای لایه چهارم هم اینطوریه، یعنی اگر لایه پنجم پر نشده باشه لایه چهارم هم باز 8 میگیره، یا یعنی اینکه فقط برای سومه؟ نه برای همه همینطوره، منتها شما با اون لایه های خیلی طولانی دیگه کاری ندارید. یعنی در علوم نهم و حتی دبیرستان نهایتا تو همون لایه سوم چهارم بیشتر به شما نمیدن. ممنون، زنده باشید. دوستان عزیزم، گل پسرای عزیز، اگر سوال دیگری هست بفرمایید. سلام مصطفی، خسته نباشید. درود بر شما، خسته نباشید. مثلا نفت باعث میشه که واکنش کمتر بده اون جسم با مثلا هوا؟ یه قسمت کلمه اول سوالتو نفهمیدم، یه بار دیگه تکرار میکنی؟ مثلا ما تو خوندیم که تریکای سودیومو تو شیشه‌های نفت نگهداری میکنن که مثلا در هوا نسوزن. آیا مثلا باعث میشه واکنش یک مولکول با هوا کم بشه مثلا نفت؟ خیر، توی فیلم‌ها توضیح داده بودیم، گفته بودیم که نفت یا پارافین مایع در واقع با پوشاندن سطح فلز از رسیدن اکسیژن یا بخار آب جلوگیری میکنه. ممنون استاد. پاینده باشید، خسته نباشید. اما چیزایی رو که به عنوان تمرین توی فیلم دادم بهتون، خودتون باید حل کنید. چیزایی که به عنوان تمرین دادم خدمتتون، مثلا خود من توی فیلم دو سه تا موازنه رو حل کردم، بعد به شما دو سه تا تمرین دادم، اونو دیگه خودتون باید حل کنین، دیگه من نباید حل کنم. که در مورد واکنش پذیری واکنش ها، در مورد واکنش پذیری واکنش ها اون چیزی که در سوال 13 دارید، توی تمام فیلم ها در موردشون صحبت کردیم، حتی در فیلم آخر هم مجدداً تأکید کردیم. شما لطفاً فیلم ها رو برید ببینید. بعضی از دوستان فیلم ها رو نمیرن ببینن، بعد مشکل پیدا میکنه، میگه که آقا چجوری حل میشن؟ کل فیلم ها رو یه لحظه من دسکتاپ رو میذارم، نگاه کنید بچه ها.
یکی ممکنه بگه آقا خب من فیلم هم دیدم، یادم هم رفته، حالا یادم رفته الان اون همه فیلم رو چجوری برم ببینم، 10 تا فیلمه 15 تا فیلمه. خوب دقت کنید بچه ها، دسکتاپ رو میذارم ببینید. وقتی میرید سر لینک فیلم ها کلیک میکنید، اول این صفحه رو براتون میاره، دقیقا این کنار نوشته که توی این فیلم چیا داریم، مفهوم رسیدن به آرایش گاز نجیب، موازنه، فلزات قلیایی و هالوژن ها. شما میرین یک فیلم دیگری مثلا جلسه رفع اشکال رو باز میکنین، نگاه کنی رفع اشکال رو اولش نگاه میکنی میبینی مال کدوم جلسه است. جلسات رفع اشکال رو اگر خواستید نگاه کنید، نگاه میکنی ببینی مال کدوم جلسه است. جلسه نهم، یعنی مربوط میشه به فیلم هشتم. اینه هاش جلسه هشتم. ببینید جلسات رفع اشکال مربوط به فیلم قبلیشه، رفع اشکال نهم مربوط به فیلم جلسه هشتمه. با کوچک مولکول ها، درشت مولکول ها آشنا شده و انواع درشت مولکول ها را بشناسید. یعنی خلاصه فیلم رو کنارش نوشتیم که شما راحت تر بتونید پیدا کنید. در مورد مثلا واکنش پذیری، آیا فلان واکنش با فلان واکنش واکنش میده نمیده، جلسات اول دومشو برید پیداش کنید. روی هر فیلم که بزنید حتما یه توضیحی اون کنارا داره. نگاه کنی این فیلم رو ببینی، واکنش پذیری یک عنصر. ها مربوط به همین سوالی که دوستان پرسیده بودن، آقا از کجا میفهمیم فلان ماده با فلان ماده آیا واکنش میده یا نمیده؟ اگه واکنش داد معادله واکنشش چجوری بنویسیم؟ اینها فیلم جلسه ششم واکنش پذیری. در هر صورت خدمت عزیزان پیشنهاد میکنم مجدداً برای امتحان فیلم ها رو یه دور، اونایی که فیلم ها رو کامل دیدن و نوت برداری کردن، همون چیزی که اولین جلسه بهتون گفته بودم، گفته بودم بچه ها وقتی فیلم رو میبینید هر فیلم رو یه لحظه میبینی نکتش رو یادداشت میکنی، فیلم رو نگر میداری یادداشت میکنی، دوباره بقیه فیلم رو میبینی. عزیزانی که به این حرف گوش دادن الان جزوه های خیلی خیلی خوبی دارن و دیگه لازم نیست اون همه فیلم رو برن ببینن، برای خودشون میشینن اون نوشته های خودشو میخونه. اما کسی که نه، به حرف ما گوش نداده، مثل فیلم سینمایی رفته نشسته، خب الان یه جزوه درست حسابی نداره. به همین خاطر تا فرصت هست اون عزیزانی که نکته برداری نکردند، تا فرصت هست مجدداً فیلم ها رو برن ببینن. اما بریم سراغ تستمون. سوال رو می نویسم، آماده باشید. میدونید فقط یک بار باید پاسخ بفرستید، پاسختون دوتا نشه، فرصت زیادی نیاز نداره این سوال. از نوشتن
از نوشتن فارسی و عدد و نماد با هم قاطی هم خودداری کنید. اگر داری فارسی می نویسی توی یه جمله، همش رو فارسی بنویس. آماده؟ شروع بفرمایید. نافلزی که در دمای عادی مایع است، در واکنش شیمیایی شرکت کرده و به یون تبدیل می شود. الف، آرایش الکترونی و نماد آن یون را بنویسید. آرایش الکترونی که می دونید با عدد می خواهید بنویسید. 2, 8, 5, 10, 6, 7, 80, 90, 100. قسمت ب، شبیه به آرایش کدام گاز نجیب است؟ لطفا شروع بفرمایید. الان باید در حال تایپ باشید. سریعتر. فرصت در حال تمام شدن. 5 ثانیه. 5, 4, 3, 2, 1. تمام. الان بسته میشه. سریع، وسطش هم هستی، نصفرم هست، اینتر رو بزن. 3, 2, 1. بسته شد. پاسخ درست و کامل که نمره میگیره رو ببینید. سوال و پاسخ رو یادداشت کنید توی دفترتون. بعضی از دوستان در پاسخاشون به سوال دقت نمی کنند. بچه ها خوب دقت کنید. یکی از ایرادات عمده ای که بچه ها مرتکب میشن همینه. به سوال دقت نمی کنند. اون چیزی که سوال ازشون خواسته. مثلا ما در اینجا اگر سوال رو نگاه کنید چی خواستیم از شما؟ نافلزی که در دمای عادی مایع است. اگر فیلم جلسه قبل رو دیده باشی بلافاصله میگه خب آقا این برومه. تنها نافلزی که در دمای عادی مایعه برومه. البته من فعلا چیزی نخواستم. توی سوال دقت کنی. گفته نافلزی که در دمای عادی مایعه است در واکنش شیمیایی شرکت کرده و به یون تبدیل می شود. ای تا اینجا. به یون تبدیل میشه. الف، آرایش الکترونی و نماد آن یون. آرایش و نماد یون رو خواسته. گفته آرایش و نماد آن یون را بنویسید. بعضی از عزیزان اومدن آرایش بروم و نماد بروم رو نوشتن. خود بروم بیار به صورت 2, 8, 18, 7 خواهد بود. عدد اتمی 35. این خود برومه ولی من اینه نخواستم اصلا. دوستان زیادی اومدن اینو نوشتن. این اصلا نمره نمیگیره. سوال چی خواسته؟ آرایش و نماد یونه رو خواسته. یعنی گفته بروم وقتی در واکنش شرکت میکنه به آرایش گاز نجیب میرسه. او یونه چی میشه؟ اولا نماد یون که قبلا گفته بودیم توی فیلم ها میشه بی آر منفی. بروم چون نافلزه دوست داره الکترون بگیره. چند تا الکترون میخواد بگیره؟ یه دونه میخواد بگیره. به همین خاطر میشه بیار منفی. آرایش الکترونیش هم میشه 2, 8, 18, 8.
در واقع قسمت اول سوال اینو میخواسته از شما، اینو میخواسته، این قسمت الف. قسمت ب گفته شبیه به آرایش کدام گاز نجیب است؟ باز هم اگر فیلم جلسه قبل رو دوستان دیده بودن می دیدند که فیلم جلسه قبل گفته بودیم فلزا دو... که حالا ما دو گروهش رو مثال زدیم، فلزات به جز اکسیژن، هیدروژن ببخشید، گفتیم هیدروژن جزء گروه یک هست اما جزء فلزات قلیایی نیست. از فلزات قلیایی هم گفته بودیم لیتیوم، سدیم، پتاسیم رو باید بلد باشی. از فلزات گروه دو، فلزات قلیایی خاکی، گفته بودیم بریلیوم، منیزیم و کلسیوم رو باید بلد باشی. اینا همه فیلم جلسه قبله. بعد اومدیم این بر یه ستونمون که خود گازای نجیب بودن، در بالاش هلیوم، یه ستونمونم که هالوژن ها بودند، گروه هفت هالوژن ها، قوی ترین نافلز ها، که عرض کردیم خدمتتون فلور، کلور، بروم و یود رو باید بلد باشید. همه چیش رو باید بلد باشید. این فیلم جلسه قبلمون بوده. بعد توضیح دادیم در خدمت شما که لیتیوم به آرایش گاز نجیب قبل از خودش، گفتیم لیتیوم خونه شماره 3 آرایش الکترونیش Li2-1، این یک رو از دست میده به آرایش الکترونی هلیوم در میاد، آرایشش شبیه به هلیوم میشه. گفته بودیم فلزات به آرایش گاز نجیب قبل از خود میرسن، مثلا سدیم به آرایش گاز نجیب نئون میرسه. ببینید سدیم اینجاست، توی دوره سومه، نئون توی دوره دومه. فلزات به آرایش گاز نجیب قبل از خود میرسن، پتاسیم به آرایش گاز نجیب آرگون میرسه، کلسیم هم مثل پتاسیم به آرایش نجیب آرگون میرسه، فقط فرقشون این بود که پتاسیم مدار آخرش تک الکترونی بود، یه دونه الکترون از دست میده، اما کلسیوم مدار آخرش دو الکترونیه، 2 8 8 2، دو الکترون باید از دست بده، ولی هر دوتاشون به آرایش گاز نجیب آرگون میرسند، یعنی میشن 2 8 8. اما توی فیلم جلسه قبل عرض کردیم نافلزات، یعنی مثلا فلور، به جای اینکه به آرایش گاز نجیب قبل خود برسه، نافلزات به آرایش گاز نجیب بعدیشون میرسن، یعنی کلور، خوب دقت کنید، Cl2H7، یه دونه الکترون میگیره
میشه 2.88 به آرایش گاز نجیب آرگون میرسه. بروم، بی آر، همینی که سوال ما بود. بروم 2.8.18.7 چون نافلزه الکترون میگیره مدار آخرش هشتایی میشه، شبیه میشه به گاز نجیب کریپتون KR، گاز نجیب بعدی خودش. یود هم به آرایش گاز نجیب زنون خواهد رسید. اینا رو توی فیلم قبلی داشتیم دوستان. اما یه بررسی کلی روی پاسخهای دوستان انجام بدیم در فرصت باقی مانده. اولین پاسخ رو محمد یاسین فرستاده طاعتی و متاسفانه دقت نکرده بود، یعنی اصلا فکر میکنم فیلم قبلی رو یاسین با دقت ندیده بودی، نمیدونستی اون نافلزی که مایعه چیه و همون باعث شده کلن مسیر اشتباهی رو در پاسخت پی بگیری. کیان پاسخ بعدی رو فرستاده که متاسفانه پاسخش پذیرفته نیست. پاسخ بعدی امیر حسین افراسیابی. امیر حسین بروم رو تشخیص داده اما به خود سوال بی‌دقتی کرده بود. ما آرایش الکترونی بروم رو نخواسته بودیم، نماد بروم رو نخواسته بودیم، ما آرایش الکترونی یون بروم رو خواسته بودیم، نماد خود بروم رو خواسته بودیم. اما همین که تشخیص دادید که مورد نظر بروم بوده و به یون یک منفی تبدیل میشه، خب بالاخره باز از هیچ بهتره. علیرضا قاسمی پاسخ بعدی است. دوستان یک بار دیگر تأکید میکنم ما حضور و غیاب مجدد انجام میدیم آخر ساعت. دوستانی که جلسات قبل بودن میدونن خیلی ها غیبت خوردند. علیرضا قاسمی بروم بی آر عدد اتمی 35 2.8.18.8 آرایش الکترونی قسمت الف عالی، قسمت ب به کریپتون تبدیل میشه. فقط نمادش رو علی ننوشتی، بقیهش خیلی خوب بوده. پاسخ بعدی ارشیا قاسمپوری. ارشیا پاسخ دادند 2.8.18.8 خیلی خوب، نماد بی آر نه، نماد بی آر منفی، فقط نماد نون ننوشتی ارشیا، بقیهش خوب بود. پاسخ بعدی سید ماها طهوری. ماهان بی آر منفی خوبه، 2.8.17.7 خرابش کردی، 2.8.18.8 17.7 نیست. کریپتونش خوبه، بروم منفیش خوبه، فقط آرایش الکترونیشو خراب کردیم ماها. پاسخ بعدی امیر عباس مراغه. امیر عباس بروم رو خوب تشخیص دادید، 2 الکترون 8 تا 18 تا 8 تا، به کریپتون شبیه شده، فقط نمادش که بیاره منفیه ننوشتی امیر عباس، بقیهش خوبه.
پاسخ بعدی محمد علی فراهانی. محمد علی پاسخ دادند که 2 8 18 7 خراب. آها ادامش درستش کردی، آفرین. فقط نمادشو ننوشتی محمد علی، بقیهش خیلی خوب و دقیق و کامل و عالی بوده، آفرین. محمد امین عظیمی پاسخ بعدی 2 8 18 7 اینش خراب، یون منفی درست. نماد بی آر، نه بی آر منفی، ولی چون به یون منفیش پی بردی پذیرفتنیست. فقط نماد آرایش الکترونی رو خوب ننوشتی، بقیهش خوب بود محمد امین. امیر حسین میدانی آرایش الکترونی خود بروم رو نوشتی، یونش رو ننوشتی. کریپتون رو خوب نوشتی، الکترون گیریش رو خوب نوشتی، فقط آرایش الکترونی رو بی دقتی کردی دیگه، بقیهش همه چیش خوبه. پرهام حجت الاسلامی 2 8 18 7 درست نیست، اما بروم رو که فهمیدی خودش خوبه، ولی دیگه چیز دیگری ننوشتی. حسین قرگوزلو، حسین پاسخ داده که 2 8 18 7 خراب کردی، هفتو به آرگونم تبدیل نمیشه. برومشو خوب فهمیدی، نمادشو منفیشو نذاشتی. پاسخ بعدی علی قربی، پاسخ متاسفانه پذیرفتنی نیست. علی دوستان دیگر که اسم نخوندم در واقع پاسخ نفرستاده بودن و نمرشون صفر میشه. یک بار اسامی رو میخونم که اگر کسی فرستاده و یه وقت اسمش از زیر دست من در رفته اطلاع بده. محمد کسرا عظیمی پاسخ نفرستاده، محمد معین صادقی نفرستاده، صالح هزاوه نفرستاده، علیرضا یاری، محمد حسام نجفی، محمد خلوصی، علی بغدادی، اهورا جان محمدی، آریان محمدی، آرش امامی، امیر حسام زندی، امیر حسین خوشنودان و ماهان محمدی. این دوستان پاسخی برای ما نفرستاده بودند. اگر کسی فرستاده و من اسمشو اشتباه خوندم لطفاً بگم. اما دوستان یه نکته رو بگم و بعد حضور و غیاب کنم، حضور و غیاب آخر سال، آخر جلسه. دوستان حدود 10 جلسه در خدمت شما بودیم، تا جایی که در توانمون بود سعی کردیم فیلم هایی که در اختیارتون قرار میگیره از هر نظر کامل باشه. و نکته جالب اینه که بیشتر فیلم هایی که برای شما تهیه شده، حالا بعضی از دوستان کم لطفی میکنن و اصلا فیلم ها رو نمیبینن و خودشون هم ضرر میکنن، جالبه بدانید دانش آموزان زیادی از سراسر ایران که اصلا تو مدرسه علمی هم نیستن او فیلم ها رو با دقت میبینن و پیام هایی که برای من میفرستن، سوالاتشون رو میفرستن، اینجوری من متوجه میشم. 10 جلسه تقریبا در خدمت شما بودیم. قطعا در این 10 جلسه ممکنه پیش اومده باشه سوء تفاهمی اتفاق افتاده باشه، از دست بعضی از عزیزان ناراحت شده باشم، یه وقت دادی زده باشم. از همه عزیزانم عذرخواهی میکنم اگر هر کدام از دوستان توی دلشون ناراحت هستند از ما،
حلالیت میطلبم. بچه ها ممکنه از ابتدای مهر دیگه شما توی کلاس من نباشید. ما 5 تا کلاس داریم در طول مهر. این 5 تا کلاس معمولا هر سال اینجوری بوده، 3 تا کلاسش من تدریس میکردم، 2 تا کلاسشو جناب آقای استاد غلامی نوا تدریس میکردن. احتمالا سال 8 بعضیاتون شاگرد این استاد بزرگمون بودین به همین خاطر. اما تابستان ما 4 تا کلاس بوده، پس این 4 تا کلاس قراره بشه 5 کلاس. طبیعیه که یه تعداد از دوستانی که توی این کلاس ها بودند جدا میشن، کلاس دیگری میرن. ممکنه تدریس علومتون با جناب غلامی نوا باشه که شانس میارین، واقعا یکی از بی‌نظیرترین واقعا اساتید علوم هستن. هیچ فرقی هم نمیکنه توی کلاس من باشین یا توی کلاس ایشون، تفاوتی نمیکنه. خدا رو شکر ما از بچه های سال نهم پارسالمون تا این لحظه حدود 80 نفرشون به من پیام دادند و خبر قبولیاشون رو دادند. قطعا بیشتر از این تعداد هستند و در تیزهوشان نمونه دولتی دبیرستان آیت الله مدنی پذیرفته شدند و ما هم خیلی خوشحالیم. انشالله سال آینده هم شما هم چنین موفقیت هایی رو انشالله رقم بزنین. اما حضور و غیاب آخر، حسین احمدی، حسین احمدی، محمد ارشیا اصغری، امیر حسین افراسیابی، درود بر امیر حسین، آرش، آرش، علی بغدادی، درود بر علی، امین بیات، درود بر امین، اهورا، اهورا، اهورا جان محمدی. این دوستان فکر میکنن اول کلاس بیان حضور بزنن برن تمام میشه. محمد پرهام، حجت الاسلامی، درود بر شما. امیر حسین خوشنودان، درود بر امیر حسین. محمد خلوصی، محمد خلوصی، امیر حسام، درود. محمد صالح، محمد صالح زنگنه، نبودن محمد صالح زنگنه، محمد، امیر محمد سعدی، امیر محمد سعدی، محمد معین، درود بر شما. محمد جواد، درود بر شما. محمد یاسین، درود بر شما. سید ماهان، درود بر ماهان. محمد امین عظیمی، درود بر شما. محمد کسرا، بله یاسینم بود، مرسی یاسین. محمد کسرا عظیمی، محمد کسرا، محمد علی، درود بر شما. ارشیا قاسم پوری، درود بر ارشیا. علی رضا قاسمی، درود بر علی رضا. حسین، درود بر حسین. علی قربی، درود بر علی. مانی کاویانی، درود بر مانی، چون تا آخر بودی تأخیرت هم پاک میشه. کیان لطفی، درود بر کیان. امیر رضا مجیدی، آریان محمدی، آریان، درود. ماهان محمدی، درود بر ماهان، غیبتش از بین رفت. امیر عباس، امیر عباس علامت دست، البته خب نتت ضعیفه میدونم. محمد تاها مطهری، محمد تاها، امیر حسین میدانی، درود بر امیر. محمد حسام نجفی،
درود بر حسام، سید ساله، درود بر ساله، محمد حسام اومد دیگه، اینم از محمد حسام. محمد تاها متحری نبودش؟ محمد تاها؟ بسیار خوب. حسام که بود، ساله هم بود، امیر سامان، درود، علیرضا، علیرضا یاری، تمام. دوستان، دوستتون دارم، آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم. لطفاً توی فرصت باقی مانده فیلم ها رو ببینید. دلم میخواد همه تون نمرات عالی بگیرید. وقتتون بخیر، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.